چقدر راه میری؟ چقدر راه نرو؟ رژه میری واسه من کته پاره میشه. هوشت تو چرا به من نگفتی این در داغون آخه؟ من هنوزم نمیگم داغونه درمون. پس اگه داغون نیست من اینجا چرا زندانیم؟ شانست داغونه. بذاری من این دره رو بشکنم بابا. داخلی نایی چنی نمیفهمی بابا. من خیرمون شده درو. وای دادا این چیه بابا؟ تو به اون چی کار داری؟ اسباب بازی بچه درو چی؟ بابا میخوام بشکنم راحت چه خیرمون شده. میخوام درمونو شانست داغونه. هر موقع ما رفتیم اونطور راحت در باز شدیم نایید باز نشده. چرا؟ ببینید این در قلق داره. شما هرچی من میگم گوش بدید. خب الان برید سمت راست، سمت راست، سمت راست، بعد سمت چپ. سمت چپ برو. آها الان میری تو اتوبان. الان داری میری تو اتوبان دیگه. اما باز نمیشه اوشک. باز نمیشه. آه راست چپ باز نمیشه. بابا بذاری من این در رو بشکنم. خدونم آخه جانه بودیت برم. چی رو بشکنی؟ دیرمو شد ناهید. پویا را گوش کن. تو به من گوش کن. اندازت یا نه یه کلام به من بگو. بد نیست راحتم. آینه نیست که اینجا ببینم. آینه ندارین شما تو خونتون؟ آینه ندارین؟ چرا نداریم؟ ببینید طبقه دوم کشو. کشو دوم. طبقه دوم. خب دوم گفتی؟ کشو بیای بیرون سمت راست. بابا این کوچیکه که بابا اوشن این کوچیکه. بابا آینه اینقدی آدرس دادی بهش. این اندازه سیبیل هیکل قوله. این نرقور تو آینه شهر رو. حالا آینه برای چی میخوای؟ خودشو ببینه دیگه بابا. اه الان به خاطر من، به خاطر رفاقتمون این آینه رو بیخیال شو. یه کلام به من بگو اون تو راحته یا نه؟ بابا تو اتاقی که درش قفله من چجوری راحت باشم؟ ای خدا خدا کدنه این شوهرتون کدنه؟ نه 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 چی گفتی؟ نمیگیره چی گفتی؟ تکرار کن ببینم. تکرار کن ببینم. چی گفتی تو؟ گفتم من خنگم دیگه. خنگم گوشگان تو رو تو چرا چیزی نمیگی؟ یه بار یکی تو رو آدم حساب کرده دعوتت کرده یه رستوران مدرن و شیک. اگه ما تونستیم بریم من مدام بگم یه سوال میتونم ازت بپرسم؟ بگو بابا. تو با این هیکل نر قول چرا میگی من تو اون کت راحت هستم؟ باید این قولت یه رو بشکنم. اینجوری نمیشه. یعنی چی آخه این چه در زهر زدنه؟ بس میگم دیگه پرت و پلا میگه. چرا میخوای در رو بشکنی؟ الو میشه بگی معنی این کارا چیه؟ کار؟ کار یعنی چی خواهر؟ مثلا حرفی ندارم که بزنم. من چه حرفی باید بزنم؟ اله قربونت برم تو که همه حرفاتو زدی. گفتی که آقای دکتر از مدبری خیلی خوشش میاد میخواد این شب آخر با اون باشه دیگه. گفتی دیگه بابا میذاری منم یکم باهاش برم؟ شما ها کرد نسید شاید من بتونم. الهی قربونت برم من. یه هرکس با این دروری رفت با همونوری برو. بچه جو بابات به این گندگی نتونست باز کنه من باز کنم. ادب من بگم بابا. نداره خانم ناراحت بشه. درست صحبت کن. نیستش ماشالله. ماشالله مثل باباش نخود هر آشیه. چی؟ در هر کاری حضور دار. توران راستشو بگو. الان توی خیابون یا توی خونه ای؟ راستشو بگو توران. ببین تو خونه خودمون نیستیم ها. تو خونه یکی دیگه ای. قرار بود اینجا باشین مگه نه؟ چرا؟ میدونی چی شد؟ مدبری گفتش که سر راه بریم از همکارم یه چیزی بگیریم. نه 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 یعنی یه چیزی باید حتما به این همکارش میدادی. توران من بعد از این همه وقت خواستم مثلا دکتر فامیلای منو ببینه. بعد شما اینقدر گند میزنی معلوم هست کدوم گوری هستین. اینا چی تحویل من میدین؟ بابا چقدر حالم میکنی نمیتونم درست حرف بزنم. چی میگی تو؟ من الان چه توضیحی به دکتر باید بدم توران؟ اصلا بگو ببینم الان دکتر کجاست؟ رفته پیش رئیس رستوران مریض ببینه. رستورانش مطب داره؟ بچگی هم همیشه خنگ بودی. مطب نداره رفته مریض ببینه. حرکت کنید بیاید. دیگه داری دیوونه میکنی یا کاری نداری؟ خدافظ. بفرمایید. باز شد. باز شد. شهرام. شهرام. یه بار تو آدم جلوی ملت با بی‌نامه میاد آخه. ببین بهروز. تو دوست صمیمی منی. الان برادر تو داره سکته میکنه. تو تقریبا سه هفته است که حرف نزدی. میدونی این خیلی خطرناکه. چقدر خطرناکه؟ خیلی خیلی. میدونی اسم این بیماری چیه؟ آره. چیه؟ آرتیسمای. از کجا میدونی؟
حتی میدونم تو این بیماری آدم به یه حدی میرسه که از پا در میاد. تو که اینقدر بلدی، تو که اینقدر میفهمی، اینقدر عاقلی، پس چرا حرف نمیزنی؟ دکتر کامران، مثلا کیه داره با تو حرف میزنه؟ روحم؟ تو الان حرف نمیزنی، تو الان داری هزیون میگی. تو به روح اعتقاد داری؟ بگذاریم، تو تحصیل کرده ای، دکتری، جنبشونه فقط جون مادرت، جون مادرت. به من بگو که اسم این بیماری از کجا یاد گرفتی؟ فقط قربونت پیشبند یاده داره. تو راست میگه توران، راست میگه، تو هم ببر جدا دکتر کلاس داره. نه اگه نموشم به خاطر کلاسش نگفت. پس برسی گفت چون دکتر آدم متشخصی جدا شمندیم خوبه دیگه. من ندیدم دکتر بابا جدا دکتر یه سری آداب و رعایت کردن خوبه دیگه. بابا خفه دکتر، دکتر من با دکتر چی کار دارم؟ میگم اینو از من تمیز گرفتی، قضا نیزدش پیش من ببینید. خودتو بهت بدم آقا، پارشه پای خودت. دیر شد بیا بریم. چرا زودتر نگفتی این مسئله مهم؟ به جون کامران من نمیدونم اصلا موندم این بزره چه مرگشه. ببین اینطور صحبت کردن اصلا براش خوب نیست، از الان من بهت بگم. هر کاری بگی، هر جایی بگی بردمش. ببین یه دفعه اصلا شک کردم، گفتم جون کامران نکنه این معتاد چیزی میکشه. نه 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 نه، ببین این یک بیماری بسیار بسیار نادره، اصلا اینطور صحبت نکن در رابطش. یک ضربه روحی خیلی شدید خورده، احتیاج به مراقبت خیلی زیاد داره. میدونی البته خب تو نمیدونی اسم این بیماری چیه، ولی آره بابا آرتماسه، یه جور توهمه، یعنی افسردگیه. میدونم، من نمیدونم اسم این بیماری کی به تو گفته. من نمیدونم چرا همه اسم این بیماری رو میدونن. تو کشتی منو با این گشتم گشتمه آقا. بودو ولی چون ندارم چه خواهد کنم. گشتمه آه چطوری؟ احوال شما؟ قربونت برم. من نمیدونم تو که میدونستی این جریانو چرا زودتر به من نگفتی؟ دکتر جان باور کن من اصلا نمیدونستم انقدر اوضاع این پسر وخیمه. فکر میکردم حالا در اثر خستگیه، نمیدونم حالا رفع میشه. اگر یک موقع احیانا این مشکل زیاد شد، این کارت یک دکتری که من خیلی 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 بهش ایمان دارم. نه به کارش وارده؟ من 100% روش اطمینان دارم. این بچه خیلی برای ما مهمه، خیلی حق به گردن ما داره. این که ما خودمون راضی نیستیم دست هر کس و ناکسی بسپاریمش دیگه. نه نه نه، خیالتون راحت باشه. به هر حال هر دکتری روش‌های خاص خودشو داره، باید کاملا به حرفاش گوش بدید. شما تو این به خانواده مادریش رفته، خدا بیامرزه داییشو، اونم خلوص علم. دست شما درد نکنه دیگه، ناسلامتی ما پسر همون داییشیه. خب تو هم همچین کم کم نداری. همون از یار بگم ایلش آتوری نیست، ولش کنین حالا این قضایا رو. فقط یادتون باشه که حسایی باید به دستوراش عمل بکنید. میدونید گفتم این بیماری خیلی بیماری عجیبیه، باید خیلی مراقبش باشید، باید مثل دو تا پروانه دورش بچرخید. بله بله پروانه حتما، اما مثل دو تا پروانه نمیشه. چرا؟ چرا که یک پروانه میشه یک ماموت. فکر میکنین چند دقیقه دیگه برسیم آقا؟ چیزی نمونده. کجای خیابون نگفتین؟ پلاکی ملاکی؟ پلاکی نمیدونم، رستوران سپینوت مسکی خیلی معروفه. سپینوت؟ عجب عجیبه، هیچ وقت اینقدر دیر نمی کردن. بعید ازشون نه؟ من از کجا بدونم خانم؟ شما باشون قرار گذاشتید، من که تالا باشون قرار نذاشتم که. الان صدات کمی بلندتر شد نه؟ نه عزیزم من غلط بکنم صدا ببرم بالا، من تونالیتی صدام بالا. ولی ببین همیشه توی فامیل ما هر وقت صحبت از خوشقولی و آن تایمی و به موقع بودن و ردیف بودن و سر موقع بودن میشد، همه میگفتن توران خانوم. عزیزم تو با توران بزرگ شدی، با آقای مدبری که بزرگ نشدی که، اون آدم بدقولیه اصولا. نباید مدبری رو دعوت میکردیم، تقصیر توه. به من چه؟ به من چه؟ خانم اگه تا نیم ساعت دیگه نرسی و اصلا از پروازم مرد میدونم. عزیزم پروازمون این ساعت هست که خودت بازم خریدی یادت که آره آره پروازمون عقب میفته. آقا ببخشید چیزی شده؟ بگذاریم آبجی ولش کن. خب بگین دیگه، اخلاق آدم که یه دفعه 180 درجه فرق نمیکنه. داری میری رستوران سپینو کباب سیخی 10,000 تومان بخورین، وقت اون همه با من سر 500 تومان شونه زدین،
حق نداره حالم گرفته بشه. ای بابا آقا، یعنی چی واقعا؟ شما اشتباه میکن عزم، ما دعوتیم، قرار نیست پول غذا رو ما بدیم. ما وضع مالیمون از تو هم بدتره. حداقل بهشون زنگ بزن، حداقل بهشون زنگ بزن ببین کجا اصلا راه افتادن. راه افتادن؟ خب من میدونم راه افتادن عزیزم، من میخوام بدونم کجای راهن. آخرش کجا؟ آخرش آخرش قطع کن. ای بابا بیا بابا جان، قطع کردم. قطع. اما قطع نکن. همین الان گفتی قطع کن، همین الان هم میگه قطع نکن، من چیکار کنم؟ منظورم اینه که پلای پشت سرتو قطع نکن. من هیچ چی نفهمیدم. منظور ماما اینه که پلای پشت سرتو خراب نکن. ببین هوشنگ، تو هم یه روز به اون احتیاج پیدا میکنی ها. نه من رفاقتمو خراب نمیکنم. ببین دوست من از من کت شلوار خواست، تقدیمش کردم. الان میخوام یه زنگ کوچولو بزنم یه چیزی رو. چه چی؟ ببین سوپ بریزه رو کت شلوار من اصلا مریض میشم. بابا خب میدی خوشرویی دیگه. آخ قربونت برم، بعضی لکه ها هیچ جوری پاک نمیشه. بعضی از اخلاقام هیچ جوری عوض نمیشه. عزیزم من میتونم یه ذره سالاد بخورم؟ میدونی بیشتر مواقعی که مضطرب میشم سالادی که دوست داری. من واسه سالاد درست کردم، اون سالادایی که عاشقشی. ببین به برش گوجه دقت کن. آه واقعا چقدر برش قشنگی. ببین خیارا رو با چه دقتی ریز کردم. نگاه کن خیارا رو، نگاه کن. سس اعجاب انگیز. آه سس اعجاب، من عاشق این سس اعجاب انگیز. ببین این نظمشون اهنه اینه که من عاشق تو هم. یعنی وقتی یه خانومی شوهرش رو دوست داره ها، وقتی خیار رو اونجوری برش میزنه منظم، وقتی گوجه ها رو اونجوری خورد میکنه، وقتی که کاهور رو میزنه توش، وقتی که سس رو اضافه میکنه توش، عشقه. یه دقیقه سکن براشم ببینم. آره این هویجا رو وقتی میبینم اصلا واقعا لذت میبرم. آه کلما رو نیا کن، رفته اون زیر. آره آه از این نیا کن، عاشق صدای سالادم. نیا کن، از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز. چرا کسی ما رو همچین جای دعوت نمیکنه؟ آقا 500 تومن اضافه رو من میدم، تمومش کنی دیگه. بفرمایید شما. نه خانم، من باید به این آقا ثابت کنم که ما آدم دروغگویی نیستیم. ثابت شده، سر و وضعتون نشون دهنده صداقتتونه. این کت شلوار مال خودم نیست بابا، این کت شلوار امانت ازم. شهرام حالا باید آبرویمون رو همه جا ببری؟ آقا میخوای ما اصلا پیاده میشیم اعصابت خورده؟ پیاده شیم، بفرمایید. چی فکر کردی؟ مگه شهر هرته؟ بیا پایین بینم. این نگاه کن شهرام، چرا اینجوری میکنی؟ کتو پاره میکنی؟ ای یواش. آقا باشه ما اصلا پیاده میشیم، ولی یک قرون بهت نمیدیم ها. اینجا مگه شهر هرت؟ هر کی هرچی دلش بخواد بگه. خانم محترم، رستوران سپینوده، بفرمی. اصلا من یه کاری میکنم، زنگ نمیزنم چشم، ولی پیام کوتاه میدم. اونجوری که احتمال کثیف شدن لباست خیلی بیشتر میشه. که چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ مدبری آدم شکمویه، داره غذا میخوره، غذا میخوره، غذا میخوره. بیب بیب. من پیام کوتاه دادم. خب حالا همینو میخونه، هم غذا میخوره، میخونه. هیچ مشکلی پیش نمیاد. تا اینجا بله، ولی میرسیم به لحظه ای که حالا میخواد جواب تو بده. حالا داره غذا میخوره، میخواد جواب بده. غذا میخوره، میخواد جواب بده. یه دفعه چی میشه؟ هوپ میریزه، بیچاره میشی. خب الان میگم چیکار میکنم. تو پیامم میگم فقط بخون جواب نده. حله. اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. لچ کن. لچ کن. هر کاری دوست داری بکن. تمه قر کن. قر کن. وای دارم مات میشم. با کی داری بازی میکنی مات میشی؟ با خودش داره شطرنگ بازی میکنه. این پیشمن میخوای چیکار کنه وقتی پیشمن هست؟ چیزی لازم نداری. چی میفرمایم؟ نه خیلی ممنون، متشکرم. نجنیه الان نمیخواد، داریم اینجا هستش. داشته باشین، بذارید بخور بخور. ببخشید و شرمنده، میگن که ما دیر رسیدیم. منم میگم پیش اومدی، پیش میاد دیگه. پیش میاد. میگم که واقعا خیلی خوشحالم که هیچ وجه تشابهی نسبت به خواهرت نداری. ببخشید چی فرمودن آقای دکتر؟ دکتر گفتن که خیلی خوشحالن که خواهرتون، یعنی شما، خواهر من تشریف آوردید. سپاسگزارم آقا، لطف دارین شما. واقعا ببخشید آقای دکتر، خیلی سه شد. نه بد شد، بد شد. نه نه کاملا منظورشون رو فهمیدم. به هر حال من واقعا به شما تبریک میگم. میدونید به خاطر سلیقه‌ای که دارید، واقعا همسر بسیار خوشتیپ و با کمالاتی دارید. امروز که به هر حال خیلی عالین، هم کتشون
هم سایز کتشون هم رنگ کتشون. مال خودمه، مال از بس خوش سلیقه است، اینقدر قشنگ رنگ تشخیص میده، یعنی دیگه همکاراش دست از سر ما ور نمیدارن. هر کی بخواد خونش رو دکوراسیون بکنه حتما باید باشه و نظر بده. خب بالاخره قرار شد همکار تو خونش رو چه رنگی بکنه دیگه؟ رنگ رو درست کرد داد بهشون دیگه. چه رنگی؟ میدونی چیه؟ آقای مدبری همه رنگا رو با هم قاطی میکنه، 10-12 رنگ رو با هم قاطی میکنه، بعد یه رنگ اصلا دیدنی به وجود میاد. 10-12 تا؟ آره خب خلاق، هنرمنده واقعا. چقدر خلاق. وای دادا کیه؟ هوشنگه. بذار ببینم. بفرما. اینجا هم دست از سر ما بر نمیدارن، همه همکارش که خونهشون بودیم. ببینین چی نوشته، کثیف نشه. چیو کثیف نکنی؟ زهره جون، همین رنگایی رو که درست کرده چیه؟ همین رنگایی رو که درست کرده کلی بهبه و چهچه زدن به دیواراشون، نوشته که کثیف نشه. شهرام چی کار کنه کثیف بشه یا نشه؟ البته یک چیز دیگه هم نوشته بود اونجا، یعنی که به غیر از کثیف نشه نوشته بود که جواب هم نده. من نمیدونم یعنی چی. آقای دکتر ماشاءالله. میدونستن که ما قراره نهار در خدمت شما باشیم، خواستن که احترام بذارن، گفتن که حالا بعدن جواب بدی. منظورشون این بوده. آه اینم بره الان تو هوا داره میره. کار خودتو کردی؟ راحت شدی؟ خسته نباشی. حالا پاش برو این وسایلو بخر. نه تو خودت میدونی من بعد از اون شکست مالی، بعد از اون نامردی دیگه نسبت به اموالم خیلی حساس شدم. طلاها. بعد وسیله چی؟ و چه وسایلی باید بخرم؟ وسیله نمیخوام. وسیله فضا نبردی؟ ایه قربونش برم بابا. دورش میخوای بری فضا بابا؟ مسخره بازی در نیار. پاشو پاشو یه لیست بیار بنویس برو بخر. لیستی نمیخواد، چیزی احتیاج نداره. ببین کلش فوقش اگه بخواد یه مداد میخواد یه خودکار. تازه خودکارم نمیخواد، این اولیا خودکار احتیاج نداره، یه دونه مداد میخرم بس. آها خب بذار یه مرور کنیم از پایین بیایم بالا دونه دونه ببین چیزی اصلا احتیاج داره. از پایین کفش دیگه، زمینه، بعدش میایم بالا کفش. زمین که نمیخواد، کفش کفشش که نوعه داره توپ خوشگل اونجاست تو جا کفش. مامان جو برو کفش رو بیار به طرف. بش 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 کفشش داغونه. خیلی خوب داغونه، دیدم بارها. میرم براش میخرم. بابا میری؟ آره دیگه میرم دیگه، پس بیام باید برم پیش کفش فروشی. کفش فروشی که نمیاد، من باید برم. بعد بیام بالاتر. شلوار، شلوارش دیگه انصافا توپه. شلوار خیلی خوبه. مامان جو بپر. شلوار ساییده شده دیدم، این جزانوش این راستش ساییده شده. میرم شلوارم براش میخرم. بابا میری؟ چشه دیمونه داره میکنه منو. میرم دیگه. میگه میری؟ حالت خوبه؟ میام پس شلوارم. پس شد یه کفش و یه شلوار. بیم بالتر. بالتر دیگه چیزی یه جفت جوراب. یه جفت جوراب هم میرم براش میخرم. بابا میری؟ پس میام. این داره منو دیوونه میکنه، با کله میرم تو دیوارا. بابا بچه من دیگه بچه نیست، بزرگ شده. بگو مامان جان. قبلا که کوچولو بودم هرچی باسم میخرید حالیم نبود، الان از خودم نظر سرقه مستقلی دارم. وی. قربونت برم الهی، قربونت برم که عین مامانتی، هرچی میگی همه میفهمن. آبا برای همین داری میگی میری میری میری، یعنی منظورش که با هم بریم. بله منظورش همینه. حالا برو کاغذ رو بیار بشینیم بنویسیم، بعد بریم خرید کن. بمیرم الهی برات. نگاه چی جوری دارین کشک بادمجونا رو میخورن. این سالاده رو، این سالاد عجاب انگیز است. ببین خیلی عالی درستش کردم. ساس عجاب انگیز توش گوجه، هویج، خیار، همه چی فوق العاده است. باشه خواهرم باشه. خدا خدا حافظ شما. ای جا قربونت برم. مواظب خودت باشی عزیز. حرفا چیه میزنی آقای دکتر؟ مواظب خواهر من باشی. باشی باشی بریم آقا. بریم آقا. خدافظ. خواهرم باشی سفارش نکنم. خدافظ. زنگ میزنم. چی گفتی شما الان؟ بابا گریه نکن، تو مرد آخه. خدا وکیلی خیلی زشته. خواهرم خواهرم. بابا جونم یه دقیقه گوشتو میگیری؟ یه کار واجب دارم.
یعنی چی گوشمو بگیرم که دیگه کار واجبتو نمیشتم؟ کلکه نمیشی یه دقیقه بگیر. یعنی چی آدم با باباش اینجوری صحبت میکنه کلکه نمیشی؟ چی من با بابام اینجوری صحبت میکنم که فلکم میکرد؟ بگو بابا خواهش میکنم لطفا گوشتو بگیر میگیرم. خب حالا صدام هم میشنوی؟ خب بل پس محکمتر بگی. خب حالا بازم صدام هم میشنوی؟ بله. پس تمام سعیتو بکن. بابا گیری که خب حالا بازم میشنوی؟ بابا بله. پس ولش کن. کارا یعنی چی توره؟ نمیفهم. بابا دانشمندان به این نتیجه رسیدن که جلوی انرژی رو نمیشه گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما به سختی جلوی انرژی صدا رو میگیریم پس چطور جلوی انرژی منفی رو بگیریم؟ پس انقدر اذیتش نکن، بذار خوش باشه. فقط بخاطر تو برو خوش باش. افت تو این چیزه رو بابا از کجا یاد میگیری؟ کتابایی که آوردی. صد بار من به این مامانت نهایت گفتم این کتابایی رو که آقای رئیس به عنوان حقوق به ما میده به نمکی بده ببره که تو اینا رو نخونی. تو این کتابا رو میخونی ذهنت مخدوش میشه. بذار ببینم تو که مدرسه نرفتی هنوز خوندن نوشتن بلد نیستی که چجوری اینا رو خوندی؟ پاشو مهد کودک و تلویزیون یاد گرفتم. یعنی الان کامل خوندن رو بلدی تو؟ یه ذره زبانم بده. انگلیسی؟ عجب. اون چیه؟ این لیست مامانه. لیسته یا ریله؟ ریله راهنه. نگاش کن ندت پدت 300 تا پیام فرستاده. پاشو بریم این کتشالوار رو بهش بدیم راحت شیم بابا. این آخرش نگو. چی؟ برو خوش باش کل باش. خیلی خوب ولش کن غذا تو بخور. تو بذار جیبت ببینم. از تو یا از بیرون؟ از توه. یه دونه موبایل میخوای بذاری تو جیبت؟ اینجوری بکن. سیستی چه نکن یا آقای در به دیگون نخوری آبرومو میره. نکنه دکتر پول غذا رو نداده. چی میگی تو؟ سلام. سلام. سلام علیکم. خوش اومدین. خیلی زحمت. عذر میخوام از حضورتون. شما از سالادای ما امتحان نکردین؟ آها. چیزه آخه خیلی غذا خوشمزه بود. دیگه ما به سالاد نرسیدیم. مرغاش که خیلی خوشگله، همچه خوش آب و رنگه، ولی نشد که بخوریم. حتما خوشمزه است. برنجشو خوردم خیلی پختش خوب بود. اینجوری دونم بلند بود خیلی خوب بود. اصلا کلن همه چی خیلی خوب بود. ما دوباره میاییم اینجا؟ نه. نه؟ یعنی که ما نیاییم دوباره اینجا؟ نه، اینا که گفتین اصلا برای من اهمیت نداره. اولویت اول برای من این سالاد ماست. شما از سالاد ما اصلا نخوردین خانم. شما سالاد از خونه آوردین. آها، به خاطر این میگین شما؟ بله عزیز من. وقت نشد بخوریم. من اجازه دارم از سالاد شما امتحان کنم؟ بله بفرمایید میل کنید. بخورین اگه دوست دارین همش بخورین. بخورین. خسته نباشین. قربان شما. مرسی. بی نظیر. فوق العاده است. جونه جونه. عسلی. عسل مومدار. یه مقدار حرفه‌ای باش. جلوی مهمونم امتحان کن. عسل. عذر میخوام خانم محترم. این سالاد کار شماست؟ خیلی خوشتون اومده از این سالاد. بی نظیره. بله خودم درست کردم. حتما فرمولش هم لو نمیدی. چطوره؟ بسیار عالیه. من میگم شماره از میخوام من میتونم یک شماره تماسی از شما داشته باشم؟ شماره؟ نه این دیده که گوشاتو بگی میخوام یه چیز مهم بهت بگم. میخوام یه چیز مهم بگی گوشام بگیرم نشت. نه تو گوشاتو بگی کلکه نمیشی. گوشاتو بگی میخوام یه آزمایش بکنیم. ببین تو محکم گوشتو بگی سعی کن صدای منو نشنوی. الان صدای منو میشنوی؟ بیشتر سعی کن که نشنوی. میشنوم. بیشتر فشار بده. بیشتر فشار بده که صدای منو اصلا نشنوی. میشنوم. بازم شنیدی؟ بیشتر میشنوم. میشنوم. خب گوشتو رها کن. میشنوم. گوشتو رها کن بابا.
گوشتو دستتو بردار. ها صدای منو میشنیدی؟ بله. خب ببین تو الان کلی انرژی مصرف کردی که انرژی صدای منو خنثی کنی. خب حالا این صدا بود. حالا ببین انرژی منفی شنیدی که؟ انرژی منفی چقدر انرژی میخواد که خنثی بشه؟ انرژی منفی میدونی که چیه؟ میتونی یه مثال بزنی؟ مثل نه. آقا نمیخوام. نمیتونم اینا. مثل ندارم. ندارم خیلی بده. خیلی. میگه نگی ندارم. همیشه بگو دارم دارم. میخرم. یه گفتم حالا کار نداریم. به انرژی منفی دیگه فهمیدیم چیه. بهش کار نداریم. حالا انرژی در مقابل انرژی منفی یه انرژی مثبت داره. بله. مثل مثلا جمله معروف داره. بله. حله. حله بله. بله حله. خب الان تو ازت خواهش میکنم که انرژی مثبت به من بده. بگو بله حله. بله حله. یه بار دیگه بگو. بله حله. کجاست؟ چی گفت؟ باز دوباره من یه لیست دادم دست تو، تو رفتی سراغ پس انداز من. نه داخل تو این لیست رو نگاه کن، حالا کار نداریم. 200 بار علنگو توش نمیشتی. علنگو که نمیشتی بخواهیم برای بچه یادت باشه. ولی کلا این لیست تدارکات فیلم اسپارتاکوس من هزینه شد کجا بیارم چیکار کنم؟ ببین این همه بانک وجود داره تو دنیا، ولی هیچ کدوم از این بانک ها برکت این بانک رو نداره. اسمشو خیلی دوست داری، میدونی؟ مفهومش قرض پس نده. نه اسمش این نیست. چرا؟ نه اسمش بانک متانته، بانک رفاقته، بانک دوستی و مهربانیه. اجازه؟ تو کابینته؟ بله. چرا؟ قایمش کردم. قایم؟ بله. اجازه آقا، اجازه گرفت. قرص چرا؟ در آینده، نه الان ها، الان نه، در آینده کار میکنم مثلا رنگ قرص هم دارم. بله. کجاست این که نیست که، پول نیست. بله. پول نیست، خالیه. بله. مسخره کردی منو؟ بله. تو مسخره کردی منو؟ هرچی پس انداز داشتم گرفتی، پولم کجا بود؟ لبخند بزن. انرژی مثبت. بله. برم کن بابا. سر اون پنجره رو ببند. خفه شدم از این بو. گرگی. میتونم دست بزنم؟ خواهش میکنم. اگر بدونی چقدر تو اینترنت دنبالت گشتم، عکساتو دیدم خوشحال شدم. گفتم تنها تو میتونی بهم کمک کنی. کاری کن منم مثل تو بشم. خواهش میکنم. خیلی سخته. قبول میکنم. میدونی باید چه کار کنی؟ نه. باید از خود واقعی دور شی. باید با یه شخصیت کاذب زندگی کنی. میتونی؟ آره همه کار میکنم. انقدر دور شی از خودت، انقدر تو رویات زندگی کنی، انقدر از خودت دور و دور و دورتر شی تا اینکه عصبمون فلج شه. میتونی؟ با گرکی کار داشتم. این چی بود؟ واسه یه کچل برداشتی آوردی خونت؟ هر دقیقه یک کچل برمیداری میانه اینجا. یکی فرق داشت. چی داشت؟ فرق داشت؟ اصلا مو نداشت که فرق داشته باشه. اصلا هیچ کچلی فرق نداره. جوک میگی؟ چی میگی تو؟ منظورم تفاوته. تفاوت با اون فرق. خب تفاوتش چی بود با بقیه کچلا؟ به من بگو من بدونم. باید فلجش کنم. کیو؟ عصبشو. کسی اینجاست؟ عصب کیو؟ عصب موشو. باید عصب موشو فلج کنم. موی خودتو میگی؟ آره. خیلی خوب میشه، مثل اون میشم. تبریک میگم بهت، خیلی خوب کار میکنی. تو اصلا میفهمی منو؟ تو اصلا منو درک میکنی؟ این یکی قبول دارم. نه این یکی هست. ما آدم ها گرگی جان کنار هم داریم زندگی میکنیم، سالها کنار هم مکسره، من باقی هم دیگه رو نمیفهمیم. تو منو میفهمی خودت؟ میفهمی تو منو؟ آره. چطور؟ درد منه، این درد منه. ببین دردو مردشون این درد تو ببرم. یه شورشو دره بردی، میگم درک نمی کنی. همینه دیگه، باز این لیست همیشگی و تکراری رو آوردی به من نشون میدی. میگم ندارم، هرچی پول داشتم خرج دوا درمون کردم، باز میان اینو به من نشون میده. خب سریع زنگ بهشون بزنیم
آقا بهروزم از نزدیک باش آشنا شه. آقا بهروز اما اگر اومدن اینجا بگین حتما با سالاد بیام، بعدم بکشینشون تو دفتر یه قرارداد انحصاری ببندین که این سالاد فقط مال ما باشه. نظر شما چی آقا بهروز؟ نمیدونم، داداش خودش استاده، هرچی پرویز خان بگه. زکی چی گفت؟ مرد حسابی، من از اروپا از آلمان کشیدی آوردی اینجا، از خودت جانمی نشون بده، یه حرکتی یه کاری چیزی بکن قربون تو برم، این رستوران تو را انداختی، یه چند وقت یه ور کردی ها. چی بگم پسر جون؟ درد و دلتو بگو. دردمو؟ نه درد اینو. به خدا دست خودم نیم، تا چشممو میبندم فکر و خیال میاد تو سرم. آقا جون گذشته ها گذشته، تو تازه داری پا میگیری. میخوام نگیرم. مگه مرض داری؟ آره مرض دارم، مریضم. آخه چه دردته؟ آقا ما بدونیم نکنه عاشق شدی ها؟ آقا جون به ما بگو بینیم کم و کسید چیه؟ هیچ، زهر ما رو هیچی. دندون به جگر بگی پسر جون. بس که اه؟ کجا؟ صبر کن بینم با تو هم، نکنه بدهی بالا آوردی. چقدری میشه داداشی؟ به جون خودت قسم دنیا رو برات زیر رو میکنم، ببین وجودشو میخرم ها؟ باز لار شدی؟ بدهیش بزرگی که سکوت کرده دیگه. آقا گفتم ساکت شو. ببینی تو فری برد. الو سلام دایی جان، خوب هستید؟ یه گوشی؟ اوه اصلا معلوم است چی کار داریم میکنین؟ یه مدت که بلش کردیم تو خیابونا، یه موقع میگیم بچه خلافکاره، حالا میگه سر برا شده میگه خلوچله. آقا جون، آقا جون زهر مار درد، خدا منو مرگ بده. بابا راست میگه دیگه، یعنی آقا جونم خدا بهش مرگ بده. آقا تو چرا همیشه بخش دوم حرفای منو میگیری؟ قسمت اول دوم نداره حرفای تو، سیر تا پیاز حرفای تو چی؟ چندر قاز نمیارزه. اصلا اول حرفای من چه ربطی به سبزیجات و سیر و پیاز و تربچه و این چیزا داره؟ بس دیگه تمامش کنین، من این بچه را دست شما نجات میدم. هیچ رایی ندارم، هیچ رایی ندارم. رسولانه میفروشم، درشم قطعه، کلیش میذارم جیبم، این بچه رو برشده میبرم، میبرم اون وره آب. خب آقا جون ما میپاکیم، خب میمیریم اینجوری، برای خودشم بده اونجوری. ای بابا میبینی آقا جون، این فقط سنگ خودشه به سینه میزنه. البته راستم میگه ها، این بهروزه پیش ما باشه بهتره. دیر شده دیگه، دیر شده. این بچه مثل شم داره ذره ذره جلوی چشم ما آب میشه. وقتا داریم میگی بیان پیش خودمون نگرش داریم. آقا جون ما مثل دوتا پروانه دورش میچرخیم، اینجوری نیست ها؟ مثل چی؟ دوتا پروانه. مثل دوتا پروانه؟ نه مثل دوتا بوفالو. بوفالو یه بوفالو یه پروانه، راست میگی. حالا تو چی میخوای؟ میخوای سنجاقک بشی؟ آدم باشید، وجدان داشته باشید، درستش کنید. چشم آقا جون. کیف دارین؟ فقط. فقط چی؟ آها فقط اینا، این کیفا کیف قدیمیه، کیفای جدید تو راه براتون میاد، درسته؟ من اینو نگفتم. خب شما نگه، من تیزم، سری میگیرم آبادم. کی رو؟ منظورتونو. شما این همه مشتری دارین، اگه قرار باشه برای همه مشتری و همه چیزو توضیح بدین که فکتون میفته آخرش. نمیفته. چی نمیفته؟ فکتون نمیفته؟ نه دوزاریتون آقا. منظورم اینه که جز کیف ما اینجا چی نداریم، فقط کیف داریم آقای محترم. هوشنگ. هوشنگ؟ آره دیگه هوشنگ، اسمم هوشنگ. آقای محترم منو صدا نکنین، با من راحت باشین اسممو صدا کنین. نمیخوام، من همه رو آقای محترم صدا میزنم. بی خیال، همه رو؟ همه رو بله. دوستای صمیمیتونو که دیگه آقای محترم صدا نمیکنید که. من دوست صمیمی ندارم. دوست صمیمی ندارین؟ مگه میشه آدم دوست صمیمی نداشته باشه؟ فقط کیف دارم. میخواین؟ بله. خب نداره دیگه، کیف میخوام، میگم کیف میخوام. مشخصات
اون خوبه، همونو میخوام. بده ما بریم. بروزم قولت بگم تو رفیق دوران تحصیل من هستی، خودت میدونی من این پول و ضمانتنامه رو با همه وجودم تقدیم میکنم. یه خواهش کوچولو ازت دارم، بر نخورا این پول منو سر وقت بده، چون من برای تهیه این پول مجبور شدم طلای نهایی رو بفروشم. ببین من یه کاری میکنم تو ده برابرش رو بخری. کاری که تو واسه من کردی برادر واسه خاطر برادرش نمیکنه. من اینا رو میفهمم موشن، من اینا رو میفهمم موشن، من اینا رو میفهمم موشن. یه چیزی قول دادی، قول مردونه دادی، دور خلافو برای همیشه خط بکشی. خط بکشی که بدم راحت تو به من اگه شک داری، تو به من شک داری. یه مشورتی کاش با پدرت کردم موشن. من میخوام اون پای خودم وایسم. پات قبول، ولی جاش جای چی؟ جای پات. آن محکمه، تمیزه. قصه هیچی رو نخور مرد. قیام تخت؟ تخت باش. قرارداد نامین تلفن بوشن داری میخونی؟ نخونم. امضا کن دیگه بابا. آقا ببخش. نه تو حالا ببینم نارفیقی دیدی از من؟ نه اگه دیدی بگو. اشتباه کردم قربون. ببخش اصلا متوجه نبودم حرف تو برای ما سنده. قربون تو برای کرده تمام فکراتو کردی داری امضا میکنی؟ این آقا دوست من نیست، داشت مطالعه نمیخون. اینجا به میز ثبت با سند برابر است. آقا دوست من نیست، داداش من، مطالعه نمیخوام. نوکرت هم موشن. آقای ثبت با سند برابر است. به روز با زندگی بازی نکن، نابودم نکن. مردک چی میگی تو؟ بچه‌م داره به دنیا میاد، دستم خالیه. به روز بروز خودم میدونی همه این بدهی مال تو، نذار منو بندازم تو. بابا این از دفتر من بندازی بیروز. خودت میدونی این بدهی همه مال توه. این کارو با من نکن، نذار منو بندازم تو. بابا مسئله مرتیکه رو نمیشناسن، برو بیرون، بندازش بیرون از دفتر من. خجالت بکش، نیم کیلو باش مرد باش. بروز خیلی نامردیه. الو قوسی جون، معذرت میخوام. دکتر قوسی؟ چی؟ آقا دکتر معذرت میخوام، منو یعنی شما رو این آقای دکتر کامرانی رو معرفی کرده. ببین تشکر تو که تو اداره از من کردی، از این ادبا هم نداری که دوبار به خاطر لطفی که بهت شده تشکر کنی. بگو زنگ زنم قیمت بگیرم دیگه. ساخش گوشی گوشی مردم بابا. تیکه تیکه هم کردی، برو بخواب دیگه عزیزم. بابا من یه مترادف چی میشه؟ مترادف یه نوع ترادفه بابا. برو بخواب، برو بخواب. ببین نرید این من کت بخری یا همون طرح و رنگا. باشه یه طرح و رنگ دیگه بخره. باشه آخر هفته حقوقمو که گرفتم با هم میریم میخریم. قرار آخر هفته رئیس حقوق منو بده دیگه. آره ایشالله. خب کاری نداری؟ چیه حوصله ما رو نداره هوشنگ جان؟ او 45 دقیقه اصلا مخ منو کار گرفتی. بچه فردا صبح میخواد بره مدرسه، باید یه سری صحبت ها بش بکنم، نکاتی رو بش بیاموزم. در واقع به سلامتی تورت جانم رفت مدرسه. هوشنگ میبینی؟ این عمر ماست داره میگذره ها. حالا 45 دقیقه هم میخوایی در مورد عمر آدمیزاد حرف بزنی با من؟ بسه بابا خدافز دیگه. حرف میزنه تورت داره میره مدرسه، 7 سالش شده. آقا شهرام ببخشیدا، شما میخواستی سن آقا تورج رو بپرسین یا قیمت کچلوارو؟ 200,000 تومان. چی؟ 200,000 تومان؟ راست میگی؟ بله. الو سلام علیکم، بفرمایین، خودم هستم. شما؟ سلام آفری برز، احوال شما چطوره؟ چشم، حتما فردا خدمت میرسیم. چشم چشم چشم.
خداحافظ. فریبرز بود، گفت فردا بریم رستوران، گفت حتما شما هم باشی. راست میگی؟ توران فقط تو رو خدا یه جور بدوز این هوشنگ نفهمه، بفهمه بیچارم میکنه. دوختنش میدوزم آقا شهرام، فقط من نمیدونم که این اینجوری از همدیگه پاره شده شو چه کار کنم. کش اومده، اصلا کش اومده اینجوری. بسته دیگه، شلوغش نکن، یه ذره پاره شده. من گفتم باید بخوابی، شب باید زود بخوابی، صبح زود بلند شه بره مدرسه. تمام. نایت متوجه نیستی این بچه الان با یک دنیا استرس کشمکش رفته تو بستر خواب. میفهمی یعنی چی؟ اصلا عین یه دسته گل گرفته خوابیده. تو استرس داری، نداشته باش، برو بگیر بخواب، شبت بخیر. کجا میری؟ میگی شبت بخیر، دارم با صحبت میکنم. شبت بخیر یعنی چی؟ واسه من کار دارم. کجا میذاری من برای خودم؟ میجونم. این بچه فردا میره مدرسه، اگه یه اتفاق کوچولی براش بیفته یک عمر تو ذوقش میخوره و از مدرسه زده میشه، مدرسه فراری میشه. متوجه میشی اینو؟ متوجه میشی؟ متوجه میشم. تو میخوای چیکار کنی؟ من میخوام باهاش صحبت کنم. شما صداش کن، بیدارش کن، بیاد بیدارش کن. نصف شب من بچه رو بیدار نمیکنم تو باهاش صحبت. من میخوام دو تا جمله کلیدی بهش بگم خانم، که یه عمر بیمه بشه، هیچ اتفاقی نتونی تکونش بده. متوجه میشی اصلا اینا رو درک میکنی؟ من اینا رو درک میکنم. نصف شب لازم نکرده باش حرف بزنی. اون دوتا کلیدو بذار تو جیب بغلت، صبح بهش بده. البته میدونم برات خیلی سخته چون باید زود از خواب بیدار شی، ولی من بچه رو بیدار نمیکنم. تمام شد، تو هم بیدارش نمیکنی. شبتون بخیر. اینطوریه؟ همینطوری. اینطوری باشه. باشه، به جختا بچه. من الان با این حالم چطوری بخوابم؟ خود مامان جان بخور، دیرت میشه بذارم. مامان سرم ترکید، قطع کنید این زنگو. مامان جون بابات میخواد بلند شه، کارت داره. نگفت چی کار داره؟ یه چیزایی گفت ولی من خوابالو بودم میدونی. فکر کنم گفت دوستا کلید بهت، نه کلید نمیخواد بهت بده، گفت دوستا تا جمله کلیدی میخواد بهت بگه. در مورد چی؟ در مورد مدرسه بود. اصلا خودم بهت میگم، خودم بهت میگم عزیز من، پسر من، مدرسه یک محیط بسیار جدیده برای تو. مامان نمیفهمم چی میگی، زنگ توی مخمه. عزیز من اینو بدون که کنترل مغز انسان دست خودشه. یعنی چی؟ یعنی تو الان میتونی به صدای زنگ اصلا توجه نکنی و فقط به من توجه کنی، به حرفای من توجه کن پسرم. مامان اصلا نمیفهم دارم چی میخورم بابا، زنگ تو مخمه. خب برای اینی که داری به صدای زنگ توجه میکنی، به کره مربایی که داری میخوری توجه کن. اینقدر از من حرف نکش ماما، بخور دیگه. کره مربا این که نون پنیره. خب آره این هوشنگ، هوشنگ ازت خواهش میکنم اون زنگو قطع کن، سرمون رفت. تو پسر من نیستی، تو از ما نیستی. چند بار اینو بهت بگم، دست از سر من بردار. آخه چرا بدم؟ چرا نداره، برو برادرات نگاه کن. چجوری بهت بگم پسر، تو از ما نیستی، تو باید شبیه اونا باشی، شبیه خود من باید باشی. نیستی، نیستی. خواهش میکنم. چه خواهشی؟ خواهش میکنم. تریپش منو کشته، تریپش منو کشته، تریپش منو کشته، تریپش منو کشته، تریپش منو کشته. هدیه ویژه آقای رئیس. حقوق این ماه شما؟ حقوق این ماه شما؟ ارس. حقوق این ماه شما آقای کوکی. آیزت. خیلی بدبختی. اینا رو ولش کن آقا، به حرف من گوش بده. تصمیمتو گرفتی یا نه؟ بله، کوچه‌الوارو نمیدم، اصرارم نکن. چرا مرد مؤمن؟ مگه سعی سالم پست ندادم؟ وظیفتو انجام دادی. کوچه‌الوار رو سعی سالم بهت دادم، سعی سالم پس دادی. درسته کل کی جان وظیفه‌ش انجام داده، درسته؟ نه.
میگم وظیفه‌شو انجام داده. درست. کلکی هم تایید میکنه. مرد مهم، پیش آدم مهم باید برم، وگرنه اینقدر اصرار نمی‌کردم. خب نمی‌دونم آدم مهم تو طایفه شما یه آدم مهم وجود داشت، اونم دکتر کامران بود. اونم که گذشت رفت خارج از کشور. کجا میخوای بری تو یادم مهم؟ میخوام برم رستوران، همون رستورانی که اون دفعه رفته بودم. پیش آدم مهم قرار دارم، بعد از ظهر باید شیک اونجا باشم. آقا کوچه هوا رو بهت میدم، مال اصلا خودت. پسم نمیگیرم، مال خود خودت. قربونت برم هوشنگ، خیلی مرده. کار که نگفتم این آدم مردیه. قربونت برم، میدونستم آدم مردی هستی. میفروشم به تو. خجالت نمیکشی مرد مؤمن؟ تناکورا باز کردی؟ نه باید چی خجالت بکشم؟ خیلی خوب، حالا چند؟ 200 تومن، همون 200 تومنی که خریدم 200 بهت میفروشم. حقوق تو که گرفتی، حقوق که نمیدم بهمون، کتاب میدن. حالا اگه حقوق دادم، شما کچه ها رو بردار، بعد 200 به من بده، خوبه؟ میبینی کارکی جان؟ کارکی؟ با تو هم ها؟ درسته، درسته، درسته. ای بابا، تو هم تو باغ نیستی که همش الکی. درسته، درسته. کارکی جان چی شده؟ باز غمگینی، تو لکی، باز قضیه بابا هست؟ حالا رفتن مسافرت و با هم دیگه نشستن دورم، میگن و میخندن و احتمالاً دیزی میخورن. ای بابا تو هم به خاطر یه دیزی گریه میکنی. آخر هفته بیا خونه ما توران، اینقدر آبگوش درست کنه تو شنا کن. این عقده دیزی داره هوشنگ. خنگی ها تو مدبری ها. دیزی چیه؟ این داره چیزی میگه. این بابا ماهی داره. بعد بابا میفته میمیره، خدای نکرده. گرکی جان بابات میمیره، هیچی برای این نمیذاره، باید یه عمر آس و پاس زندگی کنه. نمینه دیگه. میگم نمیفهمید همینه. دست ما سر این مسائل نیستش که. من نیاز دارم به محبت بابام. من میخوام باهاشون باشم، ولی شما هیچ کدوم اصلا نمیفهمید. همینه دیگه میگم نمیفهمید. چی شد آخرش؟ هیچی، گریهش در آورده دیگه. بابا آخر اونو نمیگم، آخر معامله همون چی شد؟ به چه نتیجه رسیدیم؟ 200 زیاده، یه چیزی کم کن بردارم. یک ریال کم نمیکن. بابا دست دومه، یه سایزم برام کوچیکه. خود دست دومش کردی، نو بود تو پوشیدی دست دوم شد. بعدم کوچیک نیست برات، مگه نمیگی دکتر کامران گفت خیلی خوش تیپ شدی، خیلی خوب شدی. خیلی خوب بابا، قبوله. ولی آخر ماه پولشو میدم ها. بیا اینجا. سلام. سلام. خوبی؟ بله. اسم من ممیزیه. بچه خیلی خوشحالم که هیچ کدومتون گریه نمی کنه و ناراحت نیست. خیلی خوبه که شما همتون مرد شدید. نه من ماما نمیخوام. چی شده پسرم؟ اسم چیه؟ ببین منو نگاه کن، منو نگاه کن، منو نگاه کن، الان نگاه کن برات، الان برات آها، الان برات نوشابه میشم، نگاه کنین. بنتن دیدین؟ بنتن دوست دارین؟ باو. الان تبدیل میشم، یک دقیقه وایسی تبدیل شدم به یه هواپیما. چه شعر کار کنی؟ مثلا چه شعری؟ میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. عاشقی دردیست بی درمان، درمانش کجاست؟ اسم چیه پسرم؟ خب آقایو خسته نباشید، دست شما درد نکنه. میتونم بپرسم روز اولی چطور بود؟ خوب بود، طبق معمول هر سال یکی دو نفر گریه میکردن. طبیعیه. اما تو کلاس من اینجوری نبود. حتما مثل هر سال براشون عدد اطفال ریختی تا ساکت بشن. آره اون به کنار، اما تو کلاس من یکی بود که شعر میگفت. آقای ممیزی، مگه شما سر کلاس اولیا نبودی؟ چرا آقا؟ وقت چطور یه شاعر 7 ساله پیدا شده؟ باور کنی آقا شعر حفظ بود، شعر. باورتون میشه؟ ببین شاید پدر مادر شعر گفتن، بچه هم که میدونی جیراییش زیاده، شاید یکی دو خط شعر حفظ کرد. نه آقا، بعضی وقتا بداهه میگفت، اونم چه شعرهایی بداهه. یعنی پسر 7 ساله فیل بداهه شعر میگفت؟ هوشنگ. بله. میگم وقتی پسرم داره میره اختراعش رو ثبت میکنه، تو فکر میکنی ما هنوز زنده ای؟ معلمشون گفت استعداد شعر و شعر گفتن و اینا رو داره، نگفت اختراع، نگفت دانشمندی که اختراع چیه. چرا من باید همه چی واسه توضیح بدم؟ کسی که شعر میگه مغز داره، وقتی مغز داره اختراع هم میتونه بکنه.
حالا تو چی میگی؟ فکر میکنی ما اون موقع زنده ای؟ شده که زنده ایم. قربونش برم پسرمو که بابا باش رفته. چی گفتی؟ میگم قربونش برم پسرمو. بعدش؟ که به باباش رفته. کی؟ تورش دیگه به من رفته دیگه. مگه یاد نیست من چقدر فل بدای شعر میگفتم؟ یادم نمیاد. یادت میندازم الان. یه دونه میگم یادت میاد. من که فکر نکردم اصلا. یه شعر همین در جا میگم. در مدح تورج میگم. در مدح تورج. این پسر کیست؟ نیست همچون او. شعر میگوید همچون یک آهو. جارو هم میتونی بگی. ای جارو که شعر نمیگه. نه که آهو شعر میگه. یه موقعی. ولی من یه چیزی رو باید بهت بگم. دانشمندا تازگی ها کشف کردن که رفتار مادر در دوران بارداری بر روی آینده جنین بسیار تأثیر داره. جالب. یعنی شما تو دوره بارداری تو شعر میخوندی مرتب؟ بله. مگه نمیخوندم؟ ناید بیخیال ناید. من همش تو کل دوره بارداری من 3 بار کتاب شعر کودکان دیدم. دست دونم شعراشو 1 بار نخوندی. کل فقط نقاشیشو نگاه میکردی. دست درد نکنه. البته تأثیر تو نیستا. این دست همین دستا نمک نداره. اگه یه زمان تورج نقاش شد شما همه جا جار بزن بگو به شما رفته. باشه منم یک کلمه حرف نمیزنم. تو اصلا هیچی نگو. شعر میخوانم من هر هفته. پسرم وای وای به من رفته. الو سلام خواهر. قربونت برم الهی خوبی؟ هوا چطوره؟ مواظب خودت باشی یا؟ آقای دکتر چطورم؟ خیلی خوب. شهرام سلام میرسونه. خیلی سلام برسون به آقای دکتر. خواهر الهی فدات شم بگو بنویسم. شهرام بودو کاغذ. الان ایمیل میکنی؟ خب آره خوبه. ایمیل آدرسمو داری که؟ بله توران تو منو میشناسی. من از بچگیم کار کردم. از سختی هیچ کاری هم نترسیدم. ولی این کار ما یه جور چیه؟ دزدی؟ منظورت که کار ما دزدیه؟ اگه دزدی نیست چرا به زهره خانم نگفتی طرز تهیه سالادو برای چی میخوای؟ آقا شهرام گفتم. گفتی مدبری از سالات خوشش اومده برای مدبری میخوام. ها یعنی منظورت که من دروغ گفتم. تو مگه از سالات خوشت نیومده؟ چرا خوش اومده مگه اشکال داره؟ آقا تو درست کردنش تو کمک نکن که دروغ زده نشی. خوبه؟ آفره. هی بمیری بروز بمیری. نه چی میشد من الان وضعیت مالی تو خوبی داشتم این بچه رو این تورجه رو به جایی میرسون. اینقدر چیزایی که نداری فکر نکن. چیزایی که داریم فکر کن. اینقدر قصه نخور. ببین عوضش خدا چیا به همون داده. فکر کن خدا تورج رو به ما داده. خب تعارف که نداری. من زندگی شما دوتا رو تباه کردم. واقعا نابود کردم. آخه تو ببین این معصومیت چشمی بچه رو شما توی عکس توجه کن. کباب میشی. سوبیلیس میکنی. نگاه که اصلا چقدر پاک داره نگاه میکنه. ببین موشنگ چشاش بسته است که. باشه من معصومیت از پشت چشای بستش میبینم. چجوری میبینی؟ بسته یعنی پلک بسته. من تو آه تو نمیتونی ببینی. من میتونم چون من یه پدرم. باید پدر باشی که بتونی از پشت پلک های بستم معصومیت رو توی چشای بچت ببینی. من میتونم ببینم. باشه ولی من یه خواهشی ازت دارم. ببین هیچ وقت دیگه راجع به اون نامرد حرف نزن. چون وقتی حرف میزنی آمد حالم بد میشه. اعصابم خرد میشه. میدونی یه جوری بغض میکنم. گریم میگیره. بعد یادم میفته بلایی که سر ما آورد. میدونی بعد یادم میفته علنگوهای من. علنگوهای نازنینم. بس کن نایید والا بس کن. علنگوها رو به خیالش رو ببالا. من خونه دست دادم. زندگی دست دادم. تا یک با گیر دادی به علنگوها فراموش کن. خودت گفتی به چیزی که داریم فکر کنیم دیگه. ولش کن خوش باشیم. ولش کن فراموش کنم. خیلی خوب میگفت
فقط یه دوست داشتم بپرسم، یعنی بدونم اون الان داره چی کار میکنه که اونم بدش که فراموش کنه به ما چی که چی کار میکنه. چی شد؟ یا زنگ گرفته؟ اگه زنگ گرفته باشه علگوی من بدبخت دستشه، اگه نگرفته باشه دست مامانشه، بعدش چیکار میکنه؟ داره به ریشه منو تو میغنده. دسته بابا، پسرت نابغه است، بزرگ میشه، پولدار میشه، گردن کلوفتی میشه، هر چی بخواید علنگ و علنگو برات میخره. میخره؟ بابا بس کن، به چی نگاه میکنی گریه میکنی؟ آخه اون گریه داره؟ ها؟ گریه داره؟ نه بابا نداره خدایی، بابا بس داری که ما هم داره گریه میدازیم. بابا جون تو این فیلم چه؟ اصلا گریه به این نمیخوره. خواهم دریوهیو چرت و پرت بگو، چیزی که نمیدونی واسه چه حرف میزنی واسه خودت. آقا جونو من بپا به دکتر رو زنگ بزن ببین کجاست. چش خدایا خداوندا خودت رحم کن، حالا این مریض ما هر غلطی کرده خودت ببخشش بابا. خدا هم ببخشه، بنداش انقدر بیرحمن که نمیبخشه. داداش برو قرمونه تو برم، برو رو مغز من رو نبرم، اصاب ندارم و برو. به من بگو ای سنگ سبو، تو صبوری یا من صبو؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. آرزو بس کن، بروز تو رو خدا، بروز داری برم گرده میدازی بیمرفت. بس چه دیگه؟ گلدا شهرام، گلدیم بابا، گلدیم، یه گلدیم، گلدیم. چرا قد طولش دادی؟ بابا این همه وسایل آماده شدن. پیاز رو بده ببینم. این پیاز خدمت خانم خودم. شهرام بله، من به تو نگفتم نگینی خورد کن؟ نگینیه دیگه. آخه این چی جور نگینیه؟ گفتم ریز ریز. والله برای خورد کردن همین کل گریه کردم تو آشپز خانم. بابا یه کاری به تو گفتم آ. خوبه، نه کار قشنگی بود. چی کار اصلا کردی؟ پیاز خورد کردم. نه چی کار کردی الان؟ این کنارش پاک کردم یه ذره. خب اونو بردو بنداز اونجا. اونو بابا اینقدر کاری نکردم. به تو باید بگم، به بچه هم باید بگم دست نزن. ای بابا کار نکردم. تورا خانم جان یه ذره با لطافت انجام بده. ببین اصولا بین شما و زهره خانم یه سری تفاوتای وجود داره، شک نکن که ایشون با لطافت این کار انجام داده که اینقدر سالادش خوشمزه شده. با لطافت این کار انجام بده؟ نه یعنی شما بهترین کار انجام میدی، فکر نکن، کار کن فقط. خب اینا رو اول بریزم. خب فلفل بده، یه ذره فلفل بریز توی تو. نه نه نه، من آدم راستگویی هستم، اصلا دروغ مروغ تو کارم نیست توران خانم. قرار شده شما سالاد درست کنی، شما به زهره خانم گفتی که مدبری از سالاد خوشش اومده، من میخوام براش درست کنم. اگه من کمک کنم که ما درست کردیم توران خانم. آقا شهرام ببخشیدا، الان اینا رو تو آشپزخونه کی درست کرده بود؟ من. خب اینا رو درست میکنی؟ فرقی میکنه یه ذره فلفل بریزی تو این؟ اینا رو نیم ساعت پیش تو آشپزخونه خورد کردم، مشکل نداشت. بعدشم اون موقع اصلا یادم نبود که من آدم راستگویی هستم، الان تو راه یه دفعه یادم بود. اون هویجو به من بده ببینم. هویج خدمت شما. آها الان هویجو به من دادی مشکلی نداری، ولی یه دونه نمک فلفل گفتم بریز مشکل داری. هویج جزء سبزیجاته، سبزیجات مشکل نداره. ادویه‌جات چون چاشنی غذاست، ادویه‌جات مشکل داره چون اصل کاری ادویه‌جاته. شهرام بیا برو کنار، بیا برو دیوونه نکن. من خودم میدونم چه کار کنم دیگه با شما. نکن. ندارم. هر کار میخوای بکن. چش. آقا خواهش میکنم آقا.
پرونده بچه‌ها رو میخوام این مدرسه ببرم. آقای عزیز صدا تو بیار پایین. من همینطور پرونده بچه‌ها هم میخوام. میخوام از مدرسه بعدم ببرم. خانم شما چی میگی؟ منم نمیخوام بچه‌م تو این مدرسه درس بخونه. برای چی؟ چون اصلا تو خونه درس نمیخونه. آقا هر سوالی که پسرم میکنم میگه مگه من تورجم که جواب سوالاتو بدونم؟ حل میشه. آقای ممیزی شما یه چیزی بگو. من خواهش میکنم که آرامش خودتون رو حفظ کنید. اینجا اتاق مدیره. آقا چه آرامش؟ نصف این مشکلات تقصیر آقای مدیره. ای بابا آقای محترم صدا تو بیار پایین. ناسلامتی یه مرکز فرهنگیه. اسکندر جان اسکندر آقا خان چش نسیری نسیری با تو نیستم بابا. اسکندر جان اسکندر پس یه آقا خان چی شو دادم نسیری نسیری بابا با تو نیستم. برای چی دادی به اون خانم آقا خان؟ مال منه. خودت گفتید بده نسیری 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 تو بیا اینجا کارت دارم. حتی کلاس پنجمی هم دیگه ناامید شدن از درس خوندن. تورج کیه؟ من تاله اسمش رو نشنیدم. هر کی با تورج بده انگار با من بده و من باید سرچاخ بشه. چی شد؟ کی؟ دکتر دیگه. آها دکتر قوسی هستم. قوسی که ما قوسی هستیم جانم. دکتر قوسی ولی به نظر من حالش خوبه. شما حساب بانکیش رو نگاه کنی اصلا یعنی هر کی نگاه کنه فشارش اصلا میزون میشه. مشکلش اینه که فشارش هم همراه حساب بانکیش هی داره میره بالا هی داره میره بالا. آخه حالش که خیلی خوبه چرا فشارش میره بالا؟ حالا که اینطوریه میخواید من برم وقتی که حالش بد شد کافیه که دفترچه حساب بانکیش رو بگیری جلو چشاش حالش خوب میشه. آره آره بمیری با این آره گفتنت. آقا دکتر آقا این عزیز ما داداش کوچیکمه قربونت برم ما به این چی بدیم بخوره تا صبح نمیتونه بخوابه. عزیزم سیستم دفاعی بدنش ضعیف شده ایشون باید یک دوره کامل آب درمانی بکنه. آب درمانی؟ آب پرتقال بخوره آب پرتقال و تأثیر بذاره رو کریستال های بدنش. خیلی لطف کردی دست شما درد نکنه واقعا محبت کردی هیچ وقت فراموش نمی کنم این لطف شما. یواش بابا یواش. چطوری؟ خوشحالی؟ خیلی تو هم باش. سلام خسته نباش داخلش. مزاحمتون شدم جسارتا امروز قضیه وامه چند بار خواهش کردم التماس کردم گفتین بیام ببینین چی کار میتونیم برام. آه چند بار التماس کردی خواهش کردی. بله بله جانی معمولا آدم ها وقتی التماس میکنن کوچک و کوچک و کوچک میشن ولی تو لحظه به لحظه بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. دیگه لطف شماست خواهش میکنم. من مثل تو بچه ندارم پس عشق تو نسبت به پسرت درک نمیکن حسودی میشه. میشه آقا رئیس؟ چرا نمیشه؟ دستاتو بده به من جان. دستاتو بده به من. دستان دیدی شد؟ چی شد؟ حسودی حسودیم شد گرمای دستتو عشقتو نسبت به پسرت ولی دستای من سرده. چرا؟ برای اینکه حسودم. دستای آدمای حسود سرده ولی دستای تو گرمه. آقا رئیس من این حسودی رو نمیگم میشه نمیشه. من این وامه رو میدارم میگم چیز دیگه دارم میگم. میگم سمیلین جور میشه نمیشه. 10 دقیقه زودتر اومده بودی بهت میدادم. الان مگه چه اتفاقی افتاد؟ مگر ندیدی کرکی 10 دقیقه پیش رفت پول گرفت رفت. 3 میلیون پول بیزمونه میخوای خرجی رو کلت کنی تو؟ نه تخفیف گرفتم شد 2950. اولین بار میبینم این نفر یه پول گنده رو میده که کلاشو تاس کنه. بابا شو برعکسی تو همه پول میدن مو بکنن. تو که برعکسه؟ آره منم اولین بار میبینم. ولی دیگه تصمیمم رو گرفتم دیگه منو منصرف نکن خواهشم. تو هر کاری دوست داری بکن. هر کاری عشقت بکن. سلام. سلام. رفتی پیش آقای مدیر؟ چه خبر بود؟ چی شد ها؟ چته؟
خب بگو چی شده؟ چرا این من رو نگاه نمی کنی؟ من رو نگاه کن، گردنم درد گرفت، چی شد؟ ها؟ آی بچه همون خیلی باوش. با سلام و درود فراوان خدمت حضار محترم، امروز قصد داریم که برای شما سه نفر از نخبگان کشور رو معرفی کنیم. من از دوستان خواهش میکنم که خودشون رو معرفی کنم برای ما. امیر میرسعیدی 24 ساله، سوراج جهانی 7 ساله، متین قیداری 18 ساله. دوستان تشریف بفرمایید. دستا شله، بلندتر، قشنگتر، آها، برو بالا، شله، ماشاءالله، همینه، شله، عربی ها، آها، خود شما، ماشاءالله، شد آقا بود از قشنگ ها رو بزنیم، آقای مخاطب، شله، قشنگتر، آقای، خواهش میکنم، خواهش میکنم، اینجوری مکان فرنگی اشتباه شد، عذرخواهی میکنم، ببخشید، چشم، عذرخواهی میکنم از شما. اصل مطلب بفرمایید. عذرخواهم، به افتخار خودم. خب با اولین سوال شروع میکنم. دوی زب در دو چهار تشکیل بفرمایید. 171 زب در 93 15,903 327 ضرب در 42 13,734 742 ضرب در 1234 915,628 6,924 ضرب در 54 3,738,096 نتونستم پاسخ بدم و... و حالا آقا تورج 373,896 اصلا جواب درست بود. 8431 ضرب در 237 چراها روشن نشده؟ 1,998,147 پاسخ صحیحه. دوستان خواهش میکنم تشریف بفرمایید. ماشاءالله، برو بالا، صدا دستا جان، یه تورج جهانی میتونم از شما بپرسم که باعث موفقیت شما چه کسی بوده؟ رئیس بابا. بهتون تبریک میگم به داشتن یک چنین فرزندی باهوش و با استعداد. این نشون میده که زیر دست یه پدر مادر فهیم و با سواد بزرگ شده. ممنون. خدمت شما، این پرونده آقا پسرتونه. در ضمن نامه همکاری اداره آموزش پرورش هم زمینه است و یکی دو سه ماهی هم کار داره. خدمت شما. این پسر من باید یکی دو سه ماه خونه نشین بشه؟ بله بله بفرمایید. شما در نظر هیچ راهی نداره. اونو میتونید با آموزش پرورش هم بریم. برو آموزش. شاید جای دیگه موفق تر. خیلی تشویق نکنید بچه، من تشویق نمیخوام. دست متعلق به خودم. نه بفرم. به خودتون خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید. بابا نخور دیگه، من هی دیگه پنجاتو گرفتم، هی لیوان میره بالا. دکتر میگه پرتقال واسه مریض خوبه.
آره خوبه، نه ده تا لیوان، یه زنی پنج تا خوردم بابا، چون پنج تا بکن دیگه، دستم خسته شد دیگه. سلام. سلام. سیب. چی میگه؟ چی دکتر؟ سیب. میگه سیب. سیب؟ بله. بابا ویخیار، من کف دستم سوراخ شده انقدر اینجوری رو این پیچوندم. پرتقال گفته بودی شما دیگه. خب حالا میگم سیب. آجون حالا میگه دکتره، حتما یه چیزی میفهمه میگه دیگه. حالا چی؟ سیب نطق باز میکنه، پرتقال باز نمیکنه. بپر بگی وردی بیا زود باشه آقا جون، حرف در نیار. بجنب چشم دکتر. چند برق کاغذم میخواستم، در مواقعی که بیمار تمایلی به حرف زدن نداره، وادارش میکنم به توسط روشهایی چند صفحهی بنویسه. در ضمن روزنامه هم میخواستم برای مطالعه. بله یه روزنامه هم ببین، بپر هم یه روزنامه بگیر هم یه مشتی بگی برای اونه. آقا این درمان سر کار میذاره. آقا جون من دکتره، بعد هم اینم داداشم، فداشم. آقا جون پسرمه منم هست. خب آقا جان سیب دیگه. بله سیب، دقیقت نرم سیب بخرم برگردم بگی نه آناناس. هرگز نه آناناس، سیب. سیب؟ بله. نه کدو، هیچی، فلفل دلمه، سیب. بله سیب، دقیقت شاهد باش. بله بله خواهش میکنم. نه اصلا مشکلی نیست. مشکل بله نیست. بله خواهش میکنم. بله خدمت میرسیم. نمیتونیم خدمت برسیم، نگو الکی خدمت میرسیم. خواهش میکنم. بله بله خدا نگهدار. حتما حتما. آقا این روزنامه، این هم آب سیب، یه هویجم توشه. متشکرم شما بفرمایید. باش من از زیاد حرف زدن خوشم نمیاد. من شنیدم که حساب بانکیت پره، ولی در واقع تو دلت پره. بنابراین هرچی که تو دلته باید بریز بیرون. بریز بیرون جانم، بریز بیرون، بریزید بیرون جانم. هوشنگ من این پولو، پول منو سر وقت بده. قول دادی، قول مردم دادی. بابا من اصلا این مرتیکه رو نمیشناسم، برو بیرون. بچم داره به دنیا میاد، دستم خالیه. بهروز خودت میدونی این بدهی همه مال توه. هوشنگ غلط کردم. غلط کن جانم، غلط کن عزیزم. هوشنگ غلط کردم. این کارو با من نکن، بذار من بندازم. توبه کن، توبه کن، توبه. بهروز با زندگیم بازی نکن، نابودم نکن. غلط کن، غلط کن، غلط کن. خجالت بکش، نیم کیلو باش مرد باش. غلط کردم باشم. باری کلا غلط کن، مثل خیلی هایی که غلط کن، همه غلط میکنه. فریبرز خان داداش پیداش کردم. فریبرز، فریبرز پیداش کردم. هوشنگ، هوشنگو پیدا کردم، پیداش کردم هوشنگو. بالاخره پیداش کردم خان داداش. پرویز چیه؟ بیا این داره حرف میزنه. این داره حرف میزنه. خان داداش تو پیداش کردم، موشنگو پیدا کردم. قربونت برم داداشی. خدا بانون بخور سیرشی. بیا بیا. آره دارم میبینم. آره اینه الان جلومه، روزنامه دست. آره عکسمون چاپ شد. بله نوشته که نابغه است. آره خوشحالم. چرا خوشحالم؟ آب پرتقال همراه با کریستال هم یه اصل و دیکس آناناس و همراه با میوه اپل سیب بخور. ببین
میریم دفتر آموزش پرورش، هر جور شده یه آدرسی عکسی چیزی از این بعد امشب پیدا کنم. میخوام امروز این قضیه تموم بشه ها. ولی این بهروز حق داشت انقدر ناراحت باشه و تو خودش باشه. چطور؟ پس خیلی آدم کثیفیه. ببین اگه من بودم تا آخر عمر میبستمش به گاری تو خیابون و جاده میکشیدمش. اوه حواست باشه. حالا از کجا معلوم اصلا طرف ازش بگذره ها؟ هر چیزی قیمت خودش داره. مدیر فرغونی کنده به نازم به این دانش آموز باهوش. میبینی؟ عکسش همه جا هست. خب میتونم سوال کنم چه کاری با این بچه داری؟ کار ما کار خیر قرمت برای آخ. ولی یادتون باشه این دانش آموز متعلق به این مدرسه هست. زکی خب میدونستیم که اومدیم اینجا قرمت برم یه چیزایی میگی یا البته دنبال اون آقا میگردیم، اما این بچه هم کار ما رو را میندازه. آدرس دانش آموز رو نمیتونیم بدیم به جز اولیا. نه خدایش ما چیزی ما میخواییم یه بدهکاری داریم بدیم خدمت این آقا. به همین آقا؟ به همین آقا. چه جالب چه جالب. پس پولدارم هست. بابا این هوشنگو من میشناسم، اگه بفهمه میره خودشو قایم میکنه. غلط میکنه سگ کی باشه. ببین الان مردم دوزری رو هوا میزنن، وجودشو میخرم جون تو میدونه. من دیگه حال حوصله آب میوه گرفتن ندارم و دست و بالم به خدا زخمی شده. آقا این بچه دوباره مریضیش برمیگرده، بذار من برم یه سر گوشی آب بدم بیام. ببین یه دفعه تو زندگیش حرف خوب زده باشه اونم همین دفعه بود. فریبور جان دیگه سفارش نکنم و لو نرا، دیگه جبرانش سخته به خدا. چشم بریم. ای بابا آقا بفهم که ما بزرگتری ما. بله بله بفهم. سلام آقا. سلام آقا. بای محترم سلام علیکم. سلام علیکم. یه هبو سالادی هست دیگه. سالادیه کی؟ ببخشید آقا هوشنگ هستن. آقای محترم اتوبوس حال نمیدیم، ما داریم حرف میزنیم. خوب هستین آقای مدبری. سلام آفر برس. احوال شما. احوال شما چطوره؟ بفرمایید بشینید. بفرمایید. قربون شما. برای سالات مزاحم شدی؟ خدمت شما عرض شد که ما بابت کار دیگه ای اومدیم خدمتتون. یه صحبتی، یه همکاری دیگه ای داشته باشیم. چی؟ آقا هوشنگ همکار شما هستن؟ آره بابا، همکارم، رفیقم چند ساله. کجا هست الان آقا؟ الان کجاست؟ تا حالا دست خیلی رو گرفتم، نهی. باورم نمیشه حالا که خودم اینقدر درمونده شدم یکی نباشه دستم رو بگیرم. ای بابا بیا بریم دیگه، خسته شدم اصلا، حوصله‌ام سر رفت. زدش کن بریم. دورج بابا بیا کار داریم، میخوایم بریم. یه عکس بگیریم. یه عکس بگیریم. یه عکس میخوام بگیریم. هنر پیش هست مگه؟ سلام. سلام هوشنگ جان. شما خوبی؟ خوش آمدید. بله بفرمایید. اتفاقی افتاده؟ چرا ناراحتی؟ کفشم اومدی بگیری از همین دفعه؟ قربونت برم بابت همون کت شلوارم که دادی ممنونم. کفش تو که پای من نمیشه. چی بچه من تو اینو نگاه می‌کنی؟ قربونت برم تو باعث افتخار ما. شهرم آقا چه کار میکنی؟ این باعث دردسر شده. چرا؟ بیلیاقت دیگه، بیلیاقت. این چه طرز صحبت کردن در مورد نابغه است؟ تو گود نیستی که بیرون گود نشسته میگه لنگش کن. بیرون گود نیستم قربونت برم. اینم هزینه. قاره نشه کتم. بودشو گرفتی ازم قربونت برم. اینم هزینه تحصیل بچه. قابل شمارم نداره. قابل شمارم نداره. چیه؟ وظیفه هم بوده برای تورج یه کاری بکنیم. بابا ما میخوایم سهیم بشیم. راست میگه توران خانم. آخه نداره. تو بدترین شرایط به دادم رسیدی. بله. آبرومو خریدی. حالا نوبت منه.
اونم برای تورت جان. آخه من کاری نکردم، من یه کچلوار به تو دادم، این آخه 3 میلیون پوله. 3 میلیون تومن نیست، 5 میلیون تومنه به علاوه هزینه کلاسای تقویتی تورت جان. گنجمنش پیدا کردی؟ آره. چی گنجمنش پیدا کردی؟ گنج ما تورجه. بله راست میگی تورا خانم، گنج برم ما تورجه. من مطمئنم اگه تورج به یه جایی برسه ما رو فراموش نمیکنه. فراموش میکنی؟ قربونت برم من. ما رو فراموش نکنی یا تورج جان. حالا جلو خانومت نباید بگم درست نیست، ولی مدبری بد مشکوک میزنی. بیا این به همه چی مشکوکه. من تو زندگی زخمای خوردم که اگه تو خورده بودی را نمیتونستی بری. عوضش خدا این تورج بهت داده، این گنز قدرش بدون جبران میشه عوض. آقا چی شده؟ بله آقا کرکی منزه چی کرده؟ این کرکی یعنی دوباره این کاری کرده؟ خونه کرکی؟ بله 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 میدونم. آقا بفرمایید بفرمایید کلا رو گم نکنه. نه نه بفرمایید. من ببینم چه خبره. خدایا هر چی این مرد تو زندگیش میخواد بهش بده. نه بله. خدایا خدایا هیچ گرهی، هیچ مشکلی، هیچ سنگی سر راه زندگی این مرد قرار نده. نه بله. خدایا این مرد، این بنده تو انسانیت رو به اوج رسون. نه نه تو که نمک نشناس نبودی که. نه دیگه داری خیلی کار مدبری رو گنده میکنی، خیلی. بابا همه پس اندازشو دو دستی تقدیم تو کرده، کار بزرگی نکرده؟ چهار دستی تقدیم کنه چه ربطی داره؟ تو داری میگی انسانیتو به اوج رسون. انسانیتو به اوج اون نرسون، انسانیتو کسی دیگه ای به اوج رسون. ولی متاسفانه مظلومه، کسی نمیبینش، بغل دستته ولی نمیبینیش. کی گفته من نمیبینم؟ نمیبینیش. من نفهمیدم مدتی که زندان بودی شب تا صبح دعا میکردم با این بچه تنها، نفهمیدم از همه چیم گذشتم. من تو رو خیلی دوست دارم هوشنگ، تو خیلی آدم خوبی هستی، بهت افتخار میکنم، تو انسانی. جدن؟ بله خیلی انسان خوبی هستی، فقط بدی کوچولو داری. چیه؟ من اصلاح کنم خودم. اونم این که بابا بگذر دیگه، گذشته ببخش بره. نمیتونم بگذرم نایید، خونمو به نامش کردم، زمینمو به نامش کردم، زندگیمو ازم گرفت، دست گدایی دارم به این اون دراز میکنم. تو این میگی بگذر بگذر، خود میتونی بگذری، روزی هزار باید اینا رو میگی، طلاها رو میگی، نمیشه، یه چیزایی رو آدم نمیتونه بگذره. اولا این وری نیست، این وریه. این وری بعدم اصلا اینو قاطی و موضوع نکن، این بحثش فرق میکنه. البته یه ایراد کوچولوی دیگه هم داری ها، الان که دیگه بحثش باز شده بهت بگم. اونم این که تو عقل معاش نداری، همه پولا رو تا الان به باد داده بودی، تو درواسه که نداری. اصلا تموم کنیم، تو باز دست گذاشتی رو نقطه ضعف من. چشم اصلا ولش کن دیگه. چشم ولش کن. چایی میخوای برات بریزم؟ لطف میکنی؟ بله. فقط چایی معمولی ساده نمیخورم. ما گردو داریم؟ بله داری؟ خورما هم که داریم، تو دیدم خودم. چیز هستاشو در بیار، خب سریع ها فقط هستاشو در بیار، جای هستاش گردو بذار من بیار. چشم. چیز داریم؟ زعفران؟ زعفرون هم داریم. زعفرون هم چیز زعفرون بهش توش خواب. چشم. پودر نارگیری هم داریم؟ نداریم. بودو برو بخر سریع، پودر نارگیری هم بهشش بخورم. برو بیچیم بسا بس. ما یه بار از این تعریف با سریع برو دیگه. نه یه چیزی بهت میگن دو سلف میدی. دست درد نکنه، قربونت برم. خیلی خوشحال شد بابا پولو بهش دادم. پس یه لطفی بکن، ببین فردا همه رو دعوت کن بیان رستوران. فردا؟
خب کسی از قلم نندازی ها، همه رو دعوت کن. چشم فقط این مراقب با شک نکنن، خب دست در نکنه. قربونت، خداحافظ. الان گوشی میدیدم دستش، پس پله همه خداحافظ. گوشی آی مدبری گلو نخواد پس بگیره، به این گوشی رو بگیر به من بده بریم با بفرق بابا. الو سلام مدبری عزیز، جونم در خدمتم. ببین هوشنگ جان، آقا میخواستم دعوتت کنم فردا نهار همون رستوران سپینود، همون جایی که با دکتر اینا رفتیم. سپینود؟ اونجا که خیلی خیلی گرونه که، خرج میندازیم دستت. ای بابا خواهش میکنم، ناسلامتی تو پدری نابغه ای. ما میخوایم کنار این تورت جان اونجا پوزشه بدیم، قربونت برم. حتما بیاین. کرکی هست، نامزدش هست، آقای رئیس هست. تو اینقدر سخاوتمند نبودی، چی شده؟ واقعیتو بگو، چه اتفاقی افتاده؟ چی شده دست دلباز شدی؟ ای بابا تو هم به همه چی مشکوکی ها، ناسلامتی تو دیگه برای خودت کسی شدی. قربونت برم، فردا میبینم ات نهار. چی میگی تو؟ قربانت، خداحافظ، خداحافظ. میگم رئیس جون. بابا چی میخوای مثل کنه چسبیدی به من؟ چیز رئیس جون، قربونت تو برم، کنه چیه مرد حسابی؟ ببین ما یه وامی میخوام بدیم اون هوشنگ خان، بعد رو راست میخوام از طرف ما نباشه، ما از طرف شما باشه. آره چرا خودتون نمیدین؟ میگم بگیر. نمیخوام. میگم این وامو بگیر. آخه آقای رئیس، کسی وام میگیره که نیاز مالی داشته باشه؟ من الان هیچ نیاز مالی ندارم خدا رو شکر. میگه تو نیاز به یه سرپناه نداری؟ سرپناه دارم. منظورم جایی که مال خودت باشه. آه اونو نه، اونو داشتم یه نامرد از چنگم در آوردم. خیلی خوب، پس بیا این وام بگیر برای خرید خونه. آخه توان پرداختش آدم باید داشته باشه وام بگیره جناب، من توان پرداختش رو ندارم. صبر کن. چیزی نمیشه که. چرا میشه؟ 14200. میخوام بنویس، سریع بنویس. با ادب باش بچه. ببخشید آقا رئیس، تشریف میارین آقای مدبری دعوت کردن شب برای شام میاین؟ به شما ربطی نداره، قربونتون برم. میگم داداشی دیگه وقتشه ها. یعنی چی؟ آدم باز یه موقعی خودشو بشکنه. اون اگه منو ببینه میذاره میره، بذار اول بدهیمو بهش بدم بعدم. اون آدمی که پایین نشسته ها دل شکسته است، برو دلشو به دست بیار هر طوری که میتونی. ببین جرأت داشته باش، خوب بودن خودش جرأت میخواد، تو باید جبران کنی. بفرمایید آقای رئیس، بخورید بفرمایید. آقای مدبری از ابتدا این نبوغ رو من دیده بودم. جدی میفرمایید؟ این نبوغ برای من دردسر شد آقای رئیس. با شما نبودم، تو وجود تورج میگم. شما لطف دارین آقای رئیس. البته ثابت شده که نبوغ تورجان به مامانش رفته. اینو راست میگه. لازم به توضیح میباشه آقای رئیس و دوستان محترم، برای اولین بار من نبوغ آقا تورج رو کشف کردم. سلام آقا بهروز. دده شهرام، از تو یا از بیرون؟ دوباره از تو. هوشنگ اینه چه؟ اینه اینجا چی میخوان؟ ببخش خوش پاشو باید بده. آقا هوشنگ تورش پاشو باید پاشو نایی جان پاشو یه دقیقه سب کن. ببخشید کجا هوشنگ؟ چی آقا جون؟ چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ مگه این دهاش من چیکار کرده رق تو؟ ای آقا جون خون که نکرده، تازه خونم کرده باشه دیگه‌شو میدارم ها؟ آقا چقدر باید پول بدم؟ ها؟ آقا من همه وجود تو رو میخرم خدایی، ول نمیکنه تو میری؟ چقدر بنویسم؟ آقا چقدر بنویسم؟ ولش کنی من کنی جدی خودت بدونیم. آقا آقای محترم من شما پول نمیخوام. چی میخوای؟ شما چرا فکر میکنی همه چی رو میشه با پول خرید؟ خیلی چیزا رو میشه با پول خرید. این رستورانو، بهترین ماشینا رو، بهترین خونه ها رو، ولی آبروی آدم ها رو که نمیشه با پول خرید. این برادر شما با آبروی من بازی کرده، با حیثیت من بازی کرده.
هیچ وقت نمیتونم ببخشمش. منو به خاک سیاه کشونده. اگه آقای رئیس به من کار نداده بود تو شرکتش، الان خدا میدونه من چه بلایی سرم اومده بود. هرچند که هیچ موقع حقوقاشو نداده، به موقع نداده حقوقاشو. خب تو که میدونی انتشاراتی وضعیت کتابم که بهتر از همه میدونی. حالا هش. البته منظور آقای رئیس اینه که تو حرف نزن آدم فروش. اخراجی. اخراجم؟ همین الان. مثل اینکه جریان وامو فراموش کردی آقای رئیس. آقا رئیس دست شما درد نکنه، شما هم به من خیانت کردین، شما هم اون وامو که به من به زور دادین با این آقا هماهنگ کرده بودین. هوشنگ جان من برای خودت این کار کردم. آقا جان من پول این آدم رو نمیخوام، به کی بگم؟ خب نخواه پاش بگم بابا بشتیم. بیا میگم هوشنگ نرو، هر کاری که بگی میکنم. میخوای برم بیرون داد بزنم که من نامردم؟ ایها الناس من به این آدم بدی کردم. میخوای بدم سر تا سر شهر عکسمو بزنن، پوسترمو بزنن، زیرش بنویسم که من با زندگی تو چیکار کردم؟ هوشنگ خریت کردم، بچگی کردم، شب تا صبح دارم کابوس تو رو میبینم، خواب ندارم. خدا به من یه فرصت دوباره داد و تو رو با من رو در رو کرد. هوشنگ تو هم به من یه فرصت بده. نمیتونم ببخشم. خب چی؟ این پسر منه، این حرفای یعنی چی؟ این کارای یعنی چی؟ بله به نظر من حالا باید ببخشیش، ولی نبخش. برای چی ببخشی؟ لیاقت نه. ببخش، ببخشی زیباست. این بخشش خیلی قشنگه، میگه آدم وقتی جوونه روحش خیلی روونه، آدم وقتی پیر میشه چی؟ دلش مثل گنجیشک میشه. تا توانی در جوانی خوبی کن، محبت کن، ببخش. آقا جون ناکن که ها شما رو به گریه انداخت. ببخش، ببخشت خواهش میکنم. پدر جان معذرت میخوام، از منم بزرگترین عذر میخوام، نمیتونم ببخشم. به خاطر خدا، رضای خدا، خودت جوون داری، فردا این جوون میشه. ببخش اشتباه کرده، که خدا من فردا نگهدار و بچت باشه. ببخشتش اگه اشتباهی کرد. آقا ببخش دیگه آقا. نمیتونم پسرتو ببخش. چی کار میکنی؟ مهم این نیست که گناه میکنه، مهم اینه که کی میبخشه. ببخش آقا، ببخش. اگه ببخشمش فقط به خاطر بچه هم میبخش. فقط یه نکته رو باید بگم، چک قبول نمی کنم، پول نقد می خوام. باشه بابا نقدی میدم همه رو. منم باید یه چیزی بگم، این طلاهای منم قربون دستتون برگردونی. علنگوهای شما رو هم می خرم بابا، ببی نداره. برو آقا جو دست رو ببود. دست شما درد نکنه. آقا دست بزنی، دست بزنی. ای بله داشت خودمه، مجدی خودمه، اونم مجدیه.